با سلام و درود به شما بینندگان گرامی افق برابری به برنامه این هفته خوش آمدید امشب قصد داریم روی نقش مذهب در زندگی زنان و همچنین آلترناتیو سوسیالیستی برای شما صحبت کنیم امیدوارم که تا آخر برنامه همراه ما باشید و اگر نظر و یا پیشنهاد و انتقادی از برنامه داشتید می توانید از طریق تلویزیون کماله با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. نقش مذهب در زندگی زنان و آلترناتیو سوسیالیستی زنان ایران که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند به بدترین شیوه ممکن تحت استثمار هستند به دلیل اینکه نابرابری زن و مرد و تبعیض بر اساس جنسیت یک رکن و جزئی از نظامی است که اساساً بر نابرابری و تبعیض متکی است در قرن بیست و در این دنیای روبرشت از نظر فرهنگی و تکنیک، سهم زنان در ایران اسلام زده، تحقیر، بیحقوقی، اعدام، سنگسار و خودسوزی و غیره می باشد. زن ستیزی زنستیزی خشن و وحشیانه که حکومت و قوانین اسلامی بر سرنوشت زنان تحمیل می کنند هر روزه از آنها قربانیان بیشتری طلب می کند و آنها را از حق حیات برابر نیز محروم می کند و یا با بیانی دیگر می توان گفت که با سرکار آمدن حکومت اسلامی ایران زندگی زنان این سرزمین به ویرانی کشانده شده و این حکومت بیشترین ضایعات را در زندگی زنان ایجاد نموده زندگی و آینده آنان را مورد تهدید قرار داد و آنها را قرنی به عقب راند پس لاقل تا حال باید این مسئله برای مردم ایران و به خصوص زنان ایران که بیشتر تحت ستم این حکومت قرار داشتهاند، تفهیم شده باشد که در حکومت اسلامی با تمام افراد منتخب و غیر منتخب از رفسنجانی گرفته تا احمدی نژاد و روحانی امکان رسیدن به هیچ یک از قوانین پیشرفته و امروزین در مورد زنان وجود ندارد و هر نوع سازشی با این حکومت مذهبی و رأی دادن به این حکومت و به رسمیت شناختن این جنایتکاران به دلیل تبعیز روشن و آشکاری که در قوانین مذهبیشان در مورد زنان وجود دارد جز نابودی حقوق زنان چیزی برایشان به بار نخواهد آورد زنان برای به دست آوردن آزادی واقعی باید از اسلام و تمام خرافاتی که زن را به بردگی میکشاند باید عبور کنند و به مسیر سوسیالیزم بروند چرا چون مذهب و دین افیون توده ها می باشد چون مذهب زنان را به بردگی و رزالت می و تمام تبعیض نابرابری و ستم بر زنان توجیه خود را مستقیما از آیات قرآنی می گیرد. و تمام این نابرابری ها بر روی ما زنان، ما کارگران و ما افراد بی پول و بیکار عملی می شود. جالب است، صفره خالیست، خالی است، توان سیر کردن بچه های را نداریم، آزادی صحبت کردن نداریم، لباس تن من را کس دیگری انتخاب می کند، حق هیچ گونه انتخابی بر جسم و تن من نداریم و اگر هم برایش مبارزه کردیم و گفتیم که حق من را می خواهیم به چوبه های دار آویخته می شویم. به دست شیادان سنگسار میشویم حتی پاره تنمان گوشهمان را از ما میگیرند ما را با همنوعان خودمان یعنی با مردان بیگانه میکنند با اتکاب به آیات و حدیث ما را نسبت به مردان حرام می شمارند. مردان را به دیوهایی تبدیل میکنند که گویی باید همیشه به زنان نعره برانگیزند و آنان را از آن خود کنند تا به کنیز آنان تبدیل شوند اسلام زنان و مردان را از هم جدا می کند تا در بینشان به نفع خود تفرقه بیندازد و خود بیشتر حکومت کند. اسلام مانند تمام ادیان دیگر مرد را بر زن مقدم شمرده و اطاعت زن از مرد را شرعا حراست می کند. اسلام در شرایط بردهداری فعودالی ظهور کرده و ارباب بردهدار بر برده مقدم است. زن در اسلام در صورتی که از شوهرش اطاعت نکند، شوهر اجازه دارد به درجات مختلف او را مجازات نموده. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت پدرسالار و مردسالار میباشد می باشد که در آن زن مجبور است برخلاف و میل و ارادهش هجاب بپوشد و با آن خود را به مسابه موجودی که مطیع اراده مرد است نشان بدهد و حتی از نظر سیاسی هم اسلام مخالف انتخاب زن در مقام رهبری جامعه است. از نظر سیاسی اطاعت مرد از زن حرام است یعنی در واقع اساسی ترین ستونی که اسلام بر آن استوار است تقسیم جامعه به استثمارگر و استثمار شونده یعنی ستمگر و ستمکش می باشد دین و مظاهر آن انسانها را به بند می کشد و دولت ها نیز که خود با بانی تمام ناهنجاری ها و هرج و های حاکم بر زندگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی هستند برای دفاع از منافع طبقه سرمایهدار از این ابزار به نفع خود استفاده می کنند تا زنان را بیشتر به بردگی بکشانند و همچنین قدرت استثمار خود را قوی تر کنند. در کشورهایی که حکومت اسلامی بر مردم قدر قدرتی می کند، آنجاست که زنان از تمام آزادی هایی که لایق انسان ها می باشد محرومند. زن به وسیله تبدیل می شود برای تولید مثل و همچنین ابزاری در دست سرمایه داران. بر کسی پوشیده نیست که مذهب در تمام عمر خود چه نقش مخرب و ویرانگری برای در اسارت و انقیاد نگه داشتن توده های مردم به خصوص زنان ایفا موده است. مبارزات مردم را برای آزادی و رفاه بیرحمان سرکوب کردند و برای اسارت معنوی هرچه بیشتر مردم و در ناآگاهی نگاه داشتن آنها به تقویت همه جانبه دستگاه دینی اسلامی و اشاعه خرافات پرداختند. این واقعیتی انکار نپذیر است که افکار و عقاید مذهبی و پناه بردن به خدا و شیخ به جای مبارزه برای تغییر نظم موجود هنگامی در میان توده های مردم تقویت می گردد که مطالبات، مبارزات و اهداف آنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد. سرمایه فقر را به عده کثیری از مردم تحمیل می کند. یعنی یک زندگی نابرابر و غیر انسانی در نتیجه فقر به وجود می آید و مذهبم هم بر آن تسلط پیدا می کند. مردم در نتیجه فقر و بیپولی اعتماد به نفس خود را از دست می دهند. غم نان شب نمیگذارد به چیز دیگری فکر کنند روحیه انقلابیگری آنها پایین میآید. دچار دو دوچار یأس و سرخوردگی می گردند برای نجات خود و خانواده به نجات دهنده آسمانی امید میبندند و بدین شکل خرافات مذهبی در جامعه اوج می گیرد و دولت ها از این قضیه به نفع خود از آن استفاده می کنند و بی ایمانی به کفر تبدیل می شود و در صورت خلاف از این مسئله محکوم به مجازات می شوند و این به سرنوشت ما مردم محروم تبدیل می شود. به تمام استدلال هایی که کردیم مذهب مناسب ترین ابزار طبقه سرمایهداری است برای مقابله با مردم محروم و به خصوص زنان و برای پاسداری از نظام سرمایهداری. این ابزار بهترین وسیله سرکوب برای سرمایهداران علیه زنان می باشد تا با بیرحمانه ترین شیوه آنان را سرکوب و تحت کنترل خود درآورد. به همین دلیل هم می باشد که دولت های دینی اسلامگرا مناسب ترین بدیل سرمایه داری می باشند و طبقه کارگر بنا به نقش و رسالت تاریخی که بر عهده دارد با هیچ خرافاتی نمیتواند سر سازش داشته باشد. پس بزرگترین دشمن سرمایه داری به حساب میآید دولت های مذهبی همچون ایران با یک سیستم سفت و سخت آپارتاید جنسی را به جامعه تحمیل کردند. چنانکه زنان و مردان در تمام مجامع عمومی، در اتوبوس‌ها، در مدارس، در دانشگاه ها، در ادارات مجبورند علا میل خودشان از هم جدا باشند. علا میل خود زنان مجبور به حمل هجاب می باشند. حق تحصیل در رشته مورد علاقه خود را ندارند. حق خروج آزاد از کشور را ندارند و آن را محدود کردن به اجازه همسر یا پدر یعنی به یک عبارت دیگر هر چند سطح آگاهی زنان جوان ما به سرعت رشد کرده است و ارزش‌های اسلامی برای آنها اعتباری ندارد ولی متاسفانه به حکم استبداد زیاد از حد این رژیم نسبت به آنها زنان هیچ اختیاری به تنها چیزی که مال خودشان است یعنی تن و جسمشان ندارند همه برای تن و جسم و زندگی آنها تصمیم میگیرند به غیر از خودشان اما ریشه تمام این ستمکشی محصول مناسبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می باشد یعنی بانی تمام این وضعیت نظام سرمایه داری می باشد سرمایهداری از نابرابری زن و مرد و تبعیض بر اساس جنسیت به عنوان یک عامل سیاسی و اقتصادی در خدمت سلطه سیاسی و تأمین سوداوری سرمایه بهره برداری می کند. این وضعیت موجود باید دگرگون شود. در شرایط فعلی بیش از هر زمانی شرایط جامعه برای تغییرات بنیادی و دگرگون کننده آماده است. مناسبات مردم با رژیم تغییر کرده است. از این رو تلاش برای به وجود آوردن جامعه آزاد مثل نان شب لازم است. باید موانع ها را کنار زد و برای تحولات آتی برای یک دنیای آزاد باید آستین ها را بالا زد و مبارزات جاری را در کنار طبقه کارگر هدایت و سازماندهی کنیم و مردم را به آلترناتیو سوسیالیستی جلب کنیم. وظیفه ما مثل حزب کمونیست ایران تبلیغ و ترویج سوسیالیسم و ساختن یک جامعه سوسیالیستی می باشد و برای ساختن یک جامعه سوسیالیستی باید سازماندهی و برنامه حزبی داشت و برای آشنایی با مفهوم سازماندهی حزبی و برنامه حزبی باید اصول آن را آموخت. چرا جامعه سوسیالیستی؟ چون سوسیالیزم یعنی برابری واقعی زن و مرد در تمام شعونات زندگی فردی و اجتماعی. سوسیالیسم یعنی آزادی بیان و عقیده برای همگان بهداشت رایگان برای همه ممنوع شدن کار کودکان سوسیالیسم یعنی نداشتن زندانی سیاسی و خیلی یعنی های دیگر که واقعا انسان ها در چنین جامعه‌ای موقعیت واقعی خود را می‌یابند و در ساختن جامعه خود نقش فعالی را به عهده می‌گیرند انقلاب سوسیالیستی تنها راه موجود برای خلاصی از این وضعیت است انقلابی که در آن قدرت دولت سرمایهداری حاکم به قدرت شوراهای کارگری یعنی نظام شورایی انتقال می‌یابد یعنی در اینجاست که قوانین نوین می‌تواند از تقسیم نابرابر میان مرد و زن جلوگیری کند و سطح زندگی زنان همانند هر شهروند دیگری در رفاه و آسایش باشد در جامعه سوسیالیستی سنت‌های عقب‌مانده سرمایهداری از فرهنگ مردم زدوده شود، زیرا که اولین تاثیر انقلاب کارگری بر جامعه برجوایی زدودن مذهب و اخلاقیات آن از فرهنگ جامعه است. مذهب در این مرحله تبدیل به عقیده شخصی می شود و در قانون و مسائل اجتماعی نقشی ندارد. رفاه مادی زنان در جامعه سوسیالیستی به بهبود می رسد و در سطح تمام افراد جامعه خواهد بود. و در سوسیالیزم هیچ کس حق توهین و احترامی به زنان به عنوان جنس ضعیفتر را ندارد و در صورت چنین برخوردی به عنوان مجرم شناخته می شوند. زن دیگر مجبور نیست که در خانه ماند. مانند خدمتکار با پختن غذا و شستن لباسها و تمیز کردن خانه و رسیدگی به نیازهای افراد خانه اسیر باشد. بلکه تمام افراد جامعه از زن و مرد گرفته باید در کارهای تولیدی و خدماتی در کل جامعه شریک بوده و در کنار آن از مزایای شغلی هم برخوردار شوند و کار طاقت فرسای خانه به کار خدماتی در جامعه تبدیل شود. همانطور که انگلز در کتاب دولت خانواده و سرمایه خصوصی نوشته است که ارتش و مذهب و خانواده سپایی برقراری و روی پانگه داشتن نظام مالکیت خصوصی بوده است. بنابراین، زنان باید از شر مالکیت خصوصی نجات پیدا کنند تا بتوانند در تولید اجتماعی نقش داشته باشند و مثل هر شهروند دیگری از تمام مزایای زندگی بهرهمند باشند و این فقط در گروه تلاش برای بنیاد نهادن یک جامعه سوسیالیستی می باشد و برای رسیدن به چنین ای باید با خرافات مذهبی مبارزه کرد و برای مبارزه کردن باید برنامه و سازماندهی کرد بدون در نظر گرفتن این اصل مهم در مبارزه یعنی بدون رهبری و سازماندهی مبارزات زحمات ما در دست صاحبان قدرت میافتد پس باید آگاهانه و نقش مند عمل کرد نباید فراموش کنیم که زنان ایران تا حال نقش بسیار مهمی را در مبارزه ایفا نمودند در انقلاب 1357 زنان از پیشتازان تمام حرکتهای اعتراضی و تظاهرات بزرگ بودند. اما متاسفانه در این مسیر به دلیل اینکه رهبری و برنامه معینی نداشت اغلب اعتراضات به شکست کشیده شد. مردم به خصوص زنان کارگر و زحمتکش باید از این تجربه درس بگیرند. زنان لازم است که در حرکت بعدی خاص و مطالباتشان را مشخص و سازماندهی کنند و روش صحیح فعالیت سیاسی در یک جامعه خفقانزده زده را به دیگر زنان پیش رو و فعال بیاموزند. جنبش زنان در ایران قدرتمند و یک جریان فراگیر اجتماعی می باشد ولی باید تلاش کرد که فعالین و پیشروان این جنبش با یک سازماندهی اصولی بتوانند یک تحول اساسی در جامعه به وجود آورند و خود را به مسابه یک جنبش ضد سرمایه داری سازمان دهند و با جنبش کارگری در آمیزند و اهداف و مطالبات خود را به یک برنامه یک انقلاب سوسیالیستی گره بزنند بینندگان عزیز برنامه افق برابری ممنونیم از اینکه تا این لحظه را با ما بودید یادمان نرود برای رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی باید از گذشته تجربه بگیریم و برای آینده برنامه و سازماندهی داشته باشیم. به امید پیروزی شب و روز خوبی داشته باشید.